یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که امروز حکومت ایران با آن مواجه است، مسئله فرزندآوری است. منشأ مشکل امروز و دیروز نیست، بلکه به حداقل 14 سیاست‌های غلط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که مقام‌های ارشد ایران نیز در طی سال‌های گذشته بارها و بارها به آن اشاره و اذعان کردند. مشکلات اقتصادی، وضعیت فرهنگی، روشن نبودن وضعیت آینده و بسیاری از بحران‌های دیگر در داخل ایران باعث شده که بیشتر خانواده‌های ایرانی از فرزندآوری امتناع کنند. در همین راستا محسن منصوری استاندار تهران در جلسه استانی خانواده و جمعیت طی اظهاراتی گفت اگر مسئله فرزندآوری را به مسئله اعتقادی تبدیل کنیم بسیاری از مسائل ما حل می‌شود. وی در ادامه افزود موضوع اصلی در بحث فرزندآوری این است که ما خیلی روی خدا حساب نمی کنیم و به وعده های الهی در این زمینه اعتماد نمی کنیم. خدا می گوید رزق و معیشت بچه با من است. در همین راستا سرکار خانم عفت دماوندی، پژوهشگر انسانشناسی در حوزه دین و آسیب های اجتماعی از تهران با ما هستند. خانم دماوندی سلام علیکم. سلام علیکم، روزتون بخیر. تشکر میکنم. خانم دماوندی، استاندار تهران پیشنهاد داده با هدف ترغیب خانواده‌های ایرانی به مسئله فرزندآوری، این موضوع به مسئله اعتقادی تبدیل شود. نظر حضرت عالی در این باره چیه؟ ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز، در خصوص فرزندآوری متاسفانه جامعه امروز ما به دلیل سقوط نرخ زاد و ولد و کاهش تمایل زوج‌ها به فرزندآوری با چنین معضلی مواجه شده و غیر قابل کتمان هست. از طرفی سن سالمندی و بالا رفتن سن جمعیت معضلی به نام کمبود نیروی انسانی رو برای ما پیش میاره که اینها از مهمترین آفت‌های اجتماعی پدیده تک فرزندیه که مسئله‌ایه که باید حل ریشه‌ای اونو در رأس تمام تصمیمات و برنامه‌های دولت و حتی من فکر می‌کنم خانواده‌ها قرار داد. خواهش می‌کنم بفرمایید سوالتون. بفرمایید خانم دماوندی، حضرت عالی اصلی‌ترین مانع در مسیر فرزندآوری در ایران را اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی یا مسئله دیگر میدونید؟ ببینید هر کدوم از این مسائل، چه فرهنگی، چه اقتصادی و چه اعتقادی، در این روند تونسته تأثیر مخرب خودش رو داشته باشه. ما نمیتونیم کتمان کنیم که شرایط بد اقتصادی تأثیرگذار نبوده، نمیتونیم کتمان کنیم که ذهنیت فرهنگی افراد در داشتن تک فرزند و مدینه فاضله‌ای که والدین برای فرزندان خودشون برای تربیت اونها در نظر گرفتن بی تأثیر نبوده. ما نمیتونیم کتمان کنیم که اون باورهای اعتقادی و دینی و اون ریشه توکل و اعتقاد به اینکه خداوند روزی رسان هست و خداوند هست که راه زندگی ما رو مشخص میکنه و روزی انسانها رو سر راهشون قرار میده بی تأثیر نبوده. تمام اینها در روند این معضل تأثیرگذار بوده و متاسفانه توانسته که جامعه ما رو به این سمت و سو متمایل کنه و با چنین بحرانی مواجه بکنه. در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی اول میتونم توضیح بدم که خب ببینید زندگی شهری و یا جامعه‌ای که ما الان در زندگی میکنیم، برای هر تغییری در زندگی که ایجاد میشه ما باید برنامه داشته باشیم و تأمین چگونگی هزینه های مربوط به اون رو باید محاسبه کنیم. خب به تبع بچه دار شدن، بچه زیاد داشتن، حالا بیش از یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند، با توجه به شرایط خاص اقتصادی خانواده رو با دلنگرانی های از نظر تأمین مایحتاج زندگی و معیشتی مواجه میکنه و همین باعث شده که تمایل به داشتن بیش از یک فرزند در ذهنیت زوجین کمرنگ بشه و اونها به همون یک فرزندی که دارن اکتفا بکنن. بله. راهکار حضرت عالی برای حل مشکل
عدم فرزندآوری در ایران چیه؟ ببینید، راهکار اساسی که ما میتونیم در این خصوص ارائه بدیم خیلی مشخصه. اینکه اول از همه بهبود وضعیت اقتصادی خانواده هایی که واقعا سطح درآمد کمی دارند و یا حتی میتونیم بگیم متوسط هستن، حالا متوسط رو به بالا رو ما کاری نداریم، چنانچه ببینیم حتی خانواده هایی که متوسط رو به بالا و حتی توانمندی مالی زیادی دارن، حتی اونها هم تمایلی به داشتن فرزند بیش از یک فرزند ندارن. از طرفی ما میتونیم بیایم فرهنگ سازی بکنیم، فرهنگ سازی از این جهت که بیایم خانواده رو به عنوان کانونی ترین نهاد اجتماعی بهش اهمیت بدیم و فرزند پروری و سایر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی که در خانواده میتونه هرچه بیشتر کانون خانواده رو محکم تر کنه اون رو تقویت بکنیم. سیاست های دولت خیلی مؤثره، مصوباتی که مجلس میتونه داشته باشه، مزایایی که برای خانمایی که زایمان میکنن، فرزند بیشتر دارن، تمام اینا تاثیر گذاره. از طرفی ما میتونیم تقویت نگرش دینی در زمینه مراقبت، توکل و توسعه رزق الهی و از بین بردن ترس اینکه فرزندی بیاریم چجوری بتونیم شکم این بچه رو سیر کنیم، چجوری میتونیم آیندهش رو تامین کنیم. این تقویت نگرش دینی بسیار میتونه مؤثر باشه و به طور واقع میتونیم بگیم میتونه یه آرامش خاصی برای زوجین باشه که با توکل به نیروی توکل و باور عمیق بر اینکه خداوند روزی رسان هست، این معضل رو لااقل بتونیم از این طریق کم رنگ ترش بکنیم. از دیگه وضعیت شغلی و مالی زوجین و جوانان واقعا جزو برنامه هایی هست که باید در نظر گرفته بشه. تشکر میکنم از شما خانم دوامند. خانم عفت دماوندی از تهران با ما بودند.